علامه سید اسماعیل بلخی رحمت الله علیه. پیشینه جنبش عدالت خواهی در افغانستان، نگاه به زندگی و عملکرد احیاگران هویت سیاسی اجتماعی، تاریخ معاصر افغانستان. علامه بلخی با شناخت صحیح از دین و مشکلات اساسی جامعه دریافت بود که مشکلات مردم ما به طور اساسی به استبداد و استعمار برمیگردد که تفکر وسیع و شناخت متحجرانه از دین و روش توجیهگرانه علمای درباری آن را تثبیت میکند. علامه بلخی با متوجه کردن نوک حمله خود به استعمار خارجی و استبداد داخلی، علمای درباری و قشر اندیشان توجیهگر استبداد را نیز مورد حمله قرار داد. او در تمام سخنرانی های خود در برخورد های خود با روشن فکران مسلمان از این موضوع حرف میزد و برای سرنگونی استبداد راه های عملی را امتحان میکرد، در حالی که برای اصلاح فهم مردم از دین خود مردم را انتخاب کرده بود و نقد سیاست و سیاستمداران میپرداخت، برای بیداری و رشد سیاسی مردم تلاش میکرد و فهم از دین را تصحیح میکرد. میتوان بلخی را به عنوان یک نوع اندیش دینی بیدار نامید. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان و سلسله معرفی مفاخر و مشاهر، بزرگان نامدار و گمنام، سرداران سرافراز و سربداران قوم و نام آوران بیریا و گمنام هزارستان بزرگ، این بار شهر موجز و مختصری داریم از زندگی پرشور انقلابی دردمند و با درک علامه شهید سید اسماعیل بلخی رحمت الله علیه. روحانی آگاه و پیشگام نهضت ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی، یکی دیگر از مبارزان نامدار و خوشنام مبارزات تاریخی و جریان عدالت خواهی، قهرمان مبارزه با استبداد و از نخستین احیاگران هویت سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر افغانستان و جنبش مشروطیت. با ما همراه باشید. این ویدیو و ویدیوهای دیگر ما را حتما لایک نموده با دوستانتان هم شیر و شریک کنید و اگر چینل نوای هزارستان را تا حالا سابسکرایب نکرده اید، همین حالا سابسکرایب نمایید تا از تاریخ سرفرازی های سربداران هزارستان بزرگ آگاه شوید و بیشتر بدانید. همان گونه که در 5 قسمت قبلی عرض نمودیم، ما در این مجموعه برآنیم تا همراهان و دنبال کنندگان عزیز را با حرکت های اصلاحی و عدالت خواهانه ای که در طول 1.5 قرن اخیر در کشور انجام گرفته و سرانجام با رهبری خردمندانه شهید مزاری رحمت الله و با مقاومت غرب کابل، جنبش عدالت خواهی و یک خیزش عمومی و فرهنگ سیاسی تبدیل و وارد ادبیات سیاسی در کشور میگردد آشنا نماییم. امیدواریم که این کار بتواند در شناخت ما از این موضوع مفید واقع شده و بتواند دریچه های نو را برای حل معضلات و مسائل کشور بگشاید. بنابر این، ضمن آشنا نمودن دنبال کنندگان نوای هزارستان با حرکت های شجاعانه و اصلاحی میری از آن بخش که در سال 2011 هجری شمسی انجام شد و در اولین ویدیو بدان پرداختیم، بعد از آن هم پرداختن به میر محمد عظیم بیگ سیپای، رهبر قیام کنندگان مردم هزاره بر ضد استبداد امیر عبدالرحمن خان و از اقدام فرهنگی پدر تاریخ نویسی کشور ملا فیض محمد کاتب هزاره، اقدام انقلابی جوان و آگاه شهید عبدالخالق هزاره در سال 1312 که به ترور نادرشاه منجر گردید، سپس و در 5 قسمت هم شرح مختصری از مبارزات آزادی بخش محمد ابراهیم خان گوسوار 1324 هجری شمسی داشتیم. حالا و در 6 قسمت شرح بسیار مختصر از زندگی سراسر مبارزه، آگاهی و روشنگری علامه شهید بلخی رحمت الله علیه 1329 هجری شمسی داریم. تا برسیم به جنبش عدالت خواهی، شهید مزاری در غرب کابل پایه‌گذاری نمود نیز سخن به میان خواهیم آورد و حوادثی که در این سالها اتفاق افتاده را یکی پس از دیگری در معرض قضاوت دنبال کننده محترم نوای هزارستان میگذاریم. با ما همراه باشید. پدران عقده به دل رفت که شاید به شتاب، نسل آینده ما عقده گشا برخیزند. مدد ای همت و توفیق که این قافله هم همچو طفلان نواموز به پا برخیزند. خلاصه از تاریخ زندگی سید اسماعیل در سال 1299 در قریه سرپل ولایت بلخاب در خانه سید محمد نام چشم به جهان گشود. او 6 ساله بود که همراه خانوادش به مشهد آمد و مشغول فراگیری علوم زمان خود شد. در سال 1314 با شیخ بهلول در نهضت معروف مسجد جامع گوهرشاد همکاری نمود و در روز تحصن یکی از سخنرانهای اصلی می باشد. مسافرتهایی به عراق و نجف دارد و در آنجا سخنرانیهایی هم انجام می دهند. ایده فعالیت های علامه شهید بلخی را می توان چنین برشمرد: 1. تکمیل دروس حوزه‌ای،
2. تحصیل، مطالعه و تحقیق در فلسفه، عرفان، علوم سیاسی، تاریخ سیاسی، اسلام و جهان. 3. تدریس بعضی از کتب حوزوی. 4. جذب نیروهای کارا و باسواد به منظور ایجاد تشکلات فکری و سیاسی برای مبارزه با استبداد حاکم. 5. تلاش برای جهت دادن، پرمحبت، پرمحتوا و حماسی کردن منبرها و روزخانی ها. 6. بیدار کردن مردم با بیان مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و تحرک بخشیدن به نسل جوان. 7. پایه‌گذاری حزب ارشاد. 8. اقدام به طرح براندازی حکومت. او در سال 1319 همراه پدرش به کابل، قندهار و هزارستان، شمال و بلخاب سفر می کند و از مشکلات مردم با خبر می شود. علامه سید اسماعیل بلخی در سال 1329 هجری شمسی با عده ای از روشنفکران و مبارزان متحدن دست به تحول زدند تا انقلاب نمایند، اما دستگیر و زندانی می شود و 15 سال را در زندانهای هرات و کابل می گذراند و سرانجام به دست استبداد ظاهرشاهی به شهادت می رسد. او اندیشه هایش را به صورت شعر بیان نموده که دیوانی نیز در این رابطه همراه با 4000 بیت شعر در دسترس می باشد که اکثر شعرهای آن حماسی و انقلابی و مبارزه با استبداد و ظلم تشکیل می دهد. او در راه ایجاد حکومت اسلامی تلاش‌های زیادی نمود. علامه بلخی با شناخت صحیح از دین و مشکلات اساسی جامعه دریافت بود که مشکلات مردم ما به طور اساسی به استبداد و استعمار برمی‌گردد که تفکر بسا و شناخت متحجرانه از دین و روش توجیهگرانه علمای درباری آن را تثبیت می‌کند. علامه بلخی با متوجه کردن نوک حمله خود به استعمار خارجی و استبداد داخلی، علمای درباری و قشر اندیشان توجیهگر استبداد را نیز مورد حمله قرار داد. او در تمام سخنرانی‌های خود در برخوردهای خود با روشنفکران مسلمان از این موضوع حرف می‌زد و برای سرنگونی استبداد راه‌های عملی را امتحان می‌کرد، در حالی که برای اصلاح فهم مردم از دین خود مردم را انتخاب کرده بود و نقد سیاست و سیاستمداران می‌پرداخت. برای بیداری و رشد سیاسی مردم تلاش می‌کرد و فهم از دین را تصحیح میکرد. میتوان بلخی را به عنوان یک نوع اندیش دینی بیدار نامید. علامه بلخی در سال 1323 هجری شمسی مبارزه اصلاحی با همکاری علامه محمد طاهر قندهاری و میر آقا هراتی برای اصلاح منبرها و روضه ها را شروع نمود. در سال 1322 تشکیل حزب سیاسی فرهنگی یعنی حزب ارشاد با همکاری یارانش و نفوذ در ادارات دولتی و جذب عناصر فعال در ارگان های ولایت هرات، 1323 مبارزه برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و در سالهای 1327 الی 1328 فعالیت های فشرده سیاسی، فرهنگی و نظامی و جذب افراد ذی نفوذ ملکی و نظامی، جمع آوری سلاح، تشکیل جلسات سیری و طرح قیام نظامی برای سرنگون کردن حکومت شاهی نمود. سال 1329 افشای طرح سرنگونی توسط گلجانوردکی و شکست قیام، زندانی شدن همراه 11 نفر از یاران و مدت 15 سال در زندان دهمزنگ کابل و تظاهرات مردم از چنداول تا مرکز ولایت برای آزادی بلخی، 1343 آزادی از زندان و اثر گرفتن فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. او همچنین برای رسیدن به اهداف سفرهای زیادی در داخل کشور و خارج به ایران و عراق انجام داد و در سال 1347 به وطن بازگشت و رژیم از اقدامات او به وحشت افتاد. در همین سال بلخی توسط عوامل رژیم مسموم و به شهادت میرسد. روانش شاد، یادش گرامی و راهش پر رهرو بود. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.